به نام خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون جهانی آریانا نیوز و برنامه ورزش این لحظه در خدمت شما ایزان هستم با برنامه امروز. امید که همیشه مثل همیشه با ما همراه باشید. فدراسیون ورزشی مردان آهنین هرات دوباره شروع به فعالیت نموده است. این فدراسیون که بیش از 10 سال از تأسیس آن در کشور می‌گذرد دوباره به فعالیت آغاز نموده و در یک نمایش دیدنی مردان آهنین این رشته حرکات دیدنی را به نمایش گذاشتند. با این حال مسئولان اداره ورزش هرات می‌گویند به خاطر رشد و پیشرفت این رشته ورزشی در هرات برنامه‌های خوبی روی دست دارند. همکارم فرهاد توحید از ولایت باستانی هرات گزارش می‌دهد. پس از سالها دوباره مردان آهنین هرات شروع به فعالیت‌های ورزشی رشته قوی‌ترین مردان نمودند، اما با تعداد مردان آهنین کمتری از سالهای گذشته. نبود وسایل استاندارد، حمایت نکردن تجار و بی‌پروایی مسئولان ورزشی به این رشته باعث رشد نکردن این رشته ورزشی گفته شده است. عبدالله حبیبی بنیانگذار این رشته ورزشی میگوید برای انجام تمرین و برگزاری مسابقات امکانات استانداردی لازم است که در حال حاضر در دسترس این فدراسیون قرار ندارد. دیگه وسایل زیادی داره، حرکت آسیاب داره، حرکت کنده داره، حرکت اسکارد تعادلی داره، ما فعلا اینجا موجود نداره. اگه اینجا هم ما درست کنیم همو استانداردی که خواسته باشین در نمیاره، یا بعضی چیزا رو بتونه مثل قوسنگیر اینجا ما نمیتونیم رو بتراشیم یا در بیاره. متوجه شده اینا مجبورین که از ایران خریداری کنه. برای فعلا که ما بتونیم وسایل بگیریم 35 میلیون تومان پول ایرانی وسایل قیمتیه. در حال حاضر 10 تن عضویت در تیم ورزشی مردان آهنین هرات را دارند و به گفته مسئولان ورزشی این رشته 150 تن دیگر نیز ثبت نام نمودند. با این حال مردان آهنین هرات از دوباره احیا شدن این رشته ورزشی در هرات خوشحالند. این ورزش بیقیر ردکم شده بود، کسی نبود به قصه از این ورزش و واقعا ما دوست داریم که این ورزش دوباره رشد بدیم و دوباره گسترش بدیم بین جوانان بین افغانستان. ما این رشته هم که امروز پیش بردیم برای افتتاحی ازیه که ما افتتاحی از شما مشاهده میکنیم که حرکت ها کنده 8 حرکته که اینا هر حرکت 2 دوغل داده میشه و ما یک حرکت ها انجام بدیم. ما درخواستم از این شرکت ها و ولایت هرات امینه که بیام قدیم همکاری کنم و اسپانسر کنم که ما حداقل بتونیم این چیز مسابقه پیش ببریم که به خیر خوشی روی پیشرفت باشه. در سوی دیگر حمیدالله کبیر عامر ورزشی هرات میگوید اداره ورزش هرات برای رشد و پیشرفت این رشته ورزشی برنامه‌های مثمری روی دست دارد، از جمله برگزاری نمایشات ورزشی ماهوار مردان آهنین در سطح شهر و ولسوالی‌ها و همچنان مساعد ساختن زمینه مسابقات. ما سعی میکنیم که تا چند ماه آینده این فدراسیون بتونه به طور همه جانبه در خود ولایت هرات حمایت کنیم و رشد بدیم و باز انشالله سعی میکنیم در کشورهای همسایه مسابقات و تورنمنت های رفت و برگشت برگزار کنیم و تا اینکه هرچی بیشتر فدراسیون رشد بکنه. رشته ورزشی مردان آهنین در کشور در سال 1382 توسط عبدالله حبیبی در هرات بنیانگذاری شد. با این حال ورزشکاران این رشته در هرات از فعالیت دوباره این رشته ورزشی خوشحالند و از تجار و سرمایه گذاران محلی و ملی میخواهند تا در قسمت امکانات و پیشرفت این رشته ورزشی مردان آهنین را تقویت بخشند. همونطور که گزارش با هم دیگه دیدیم، موضوع ورزشی امروز ما اختصاص داره به وضعیت ورزش مردان آهنین در ولایت هرات. در حالی که این رشته در هرات بنیانگذاری شده اما هنوز با مشکلات روبرو است. آقای عبدالله حبیبی در استودیوی آریانا هرات با ما روی خط هستند. سلام و درود آقای حبیبی. میشه بگین که در طول این مدت کوتاهی که شما دوباره رشته مردان آهنین را فعال ساختین چقدر عضو دارین و چه برنامه هایی دارین برای اعضای فدراسیون خودتان؟ بخشنده میروان، با درود و سلام بر وای پاک شهدای افغانستان، با تشکر از تلویزیون آریانا که همیشه ورزشکارا رو تشویق کرده، سلام به تمام بیننده‌های تلویزیون آریانا. 12 سال پیش رشته مردان آهنین در ولایت هرات افتتاح کردم. البته در سطح افغانستان کسی رشته نمیشناخت و این رشته رو افتتاح کردیم ولایت هرات 12 سال پیش و کندگوری زمین مسابقات از طریق
کاندیدا آقای فراد مجیدی و تلویزیون میهن یک سری و یک دفعه هم از بودجه شخصی خود رو مسابقات از زیر برگزار کردیم. با وسایلی که ما ساخت خود می بود، همونجی که به ایران تمرین کرده بودم، همون وسایل همینجا ساخته بودیم. به اون صورت استاندارد نبود و چند سه مسابقات دادیم و چند تا نمایش. مدت کوتاهی که بود با همکاری امارات ورزشی ولایت هرات و هیچ کس ما به حساب اسپانسر نمیکرد یا کسی نبود، خودم همکاری کنه. وسایل ماست، امکانات ماست، وسایل از انتقال دادن داره بروبر ببریم. نتونستم مدت 5 سال که این ورزش سقوط کرده بود به جا خود استاد بود و بعد از 5 سال دوباره با همکاری امارات ورزشی قری صاحب که دوباره به حساب امیر ورزشی ولایت هرات شدم، پس من دنبال ما آمدم و من دوباره تشویق کردم، پس ایرشتر به فعالیت شروع کردیم و امروز افتتاح دوباره از این ورزش بود که شروع کردیم که انشالله بتونیم در آینده به خیر خوشی بتونیم ماست در تا سر افغانستان برگزار کنیم، در ولایت ها برگزار کنیم و قوی ترین مردان افغانستان از گوشی گوشی افغانستان پیدا کنیم و این ماست در تا سری یا در کابل انشالله برگزار کنیم مسابقات تیم ملی از ایران، در ولایت هرات از دیگه ولایت هم کلن بخواییم ورزشکار رشته مردان آنین با ما بتونیم در مسابقات آسیایی و جهانی اشتراک کنیم. هدف و آرزوی ما همینه. بسیار خوب. آقای حبیبی، موضوع اینجاست که بله، غالبا رشته های ورزشی که میخواین در کشور رنگ رونق بگیرن و بهتر بگم که اصلا ایجاد شون، اینا باید زیر نظر هسته اصلی ورزش او کشور قرار بگیرن. یعنی که شما بهتر نبود که این رشته را اول از کابل، یا بهتر بگم افتتاحش را از کابل میکردین بعد این را میبردین به ولایت هرات، چون که اینجا مرکز استک و امکانات بیشتر میتونستن برای شما بتن و شاید توجه بیشتر برای شما صورت میگیره. بر صورت فدراسیون های ملی اکثرا وقت راجستر میشن زیر نظر ریاست تربیت بدنی و اداره ورزش افغانستان راجستر میشن و بعد فعالیت خودش رو میکنن. حدود 18 سال من به ایران مهاجر بودم، در کنار کارم این رشته ورزشی پیش می بردم و علاقه زیادی داشتم. به این صورت با کابل آشنای چیزی کسی نداشتم. اول آمدیم ایران، ما به ایران به سب رسوندیم و بعد از اون فیلم ها و سی دی که ما جور کردیم یا داخل فلش اینا رو به کابل دست رئیس فدراسیون استاد بابر بوتک رئیس پرورش اندام افغانستان فیلم ها از ایران رای کردیم به اونجی و بعد از او اینا از طریق فیلم ها ما بعد یک برادر دیگه هم به نام نجیب الله جان ایرشتر به ایران کار کرده بود، او هم شروع کرد به فعالیت بعد از من، بعد از 4-5 سال و رو از این فیلم ها اونا هم ایرشتی مردان آنین جور کردن و یک مسابقات از طریق تلویزیون شبکه یک مسابقات مردان آنین کابل جور کردن و برگزار کردن. 3-4-5 بار هم آمدیم به کابل پیش خوجفری صدیقی که به تلویزیون آریانا صبح نرمش میداد، همراه استاد علیرضا رفیع‌زاده و جمهور به تلویزیون معرفی کرد و برنامه جور کرد در طریق تلویزیون آریانا که صبح مار معرفی کرد که بنیانگذار رشته مردان آنین در سطح افغانستان استاد عبدالله حبیبیه و بنیانگذار رشته پاورلیفتینگ استاد علیرضا رفیع‌زاده معرفی کرد. به کندگوریز ما همیت فعالیت داشتیم، هر دفعه می آمدیم اونجا گفتم این باید به وزیر کشور به حساب پیش وزیر کشور بری و پیش کی بری، این به حساب خیلی کار داره. او موقع آقای کرزی بود، اگه متوجه شدیم آقای کرزی بود، گفتم باید بری امر ریاست جمهور بیاری که این رشتر چیز خونه. ما هم که مسافر بودیم اونجا در از 15 روز بزی شبه بده و بزی شبه بده نتونستیم و پس می آمدیم به ایراد همینجا ما این انجام می دادیم و یا همین مسابقات از یا نمایشات از یا همین تمرین ها از این کار می کردیم. پس شما به خاطر من نتونستم به کابل آشنایی نداشتم. بله ما به مرکز چند دفعه آمدیم، حتی از طریق تلویزیون آریانا قرار شد آقای بنیاد بیاد به امی برنامه از این شکل ستاره افغان جور کنه، یک سرمایه گذاری کنه. از خوجفری صدیقی گفته بودی 100 لک دلار مصرف داره، با وجودی که 1 لک دلار ما میتونستیم این مسابقات از سرتاسر افغانستان برگزار کنیم. او هم گپ دو پسته شد، دوباره به ایراد آمدم. به ایراد مر بخواستم یک مسابقات دویشی بود که چند مصرف داره، من گفتم 1 لک دلار مصرف از یک سرتاسری افغانستان برگزار کنیم، به می ثبت که به حساب برنامه ستاره افغان هسته ولایت به ولایت مصرف داره. گپ ما دو پسته شد که اونا هم خور کنار کشیدم، متوجه شدیم به این صورت شد ورزش ما هم رقم بمونده. کسی با ایرات هم خودی همکاری نکرد، حتی دوسوی مسابقات هم که ما برگزار کردم بعد از اینکه مسابقات کنار میرفت، من بعد از با چاک هر کدوم رو برام میشدم یک صدی که نیم صد خود ما آدم همین وسایل که یک جای نمایشات میبردیم ایر جمع میکردیم، مزدا بگیر با اینا پس بیار جایی که بوده اینا بیار به اونجی ورزش مردانانی نبود، رقم نیه که مثل زیدندام
خورد چرب کنی یا چهار تا فیگور بگیری یا مثل ورزش ها رزمی باشه یک جفت اسکش باشه یا شکمبند باشه. این وسایل داره، هر وسایل از هر دفعه انتقال میخوره تا یک جا دیگه میرسه، چهار تا موتر به کار داره که اینا رو بار زنیم و با تک کنیم بالا کنیم. بس آقای حبیبی، حالا شما دفعه اول وقتی که اقدام کردین به ایجاد این ورزش و بر صورت خودتان گفتین که بعد از 5 سال ناکام ماندین در پیشبردش به خاطر هزینه های سنگینش و عدم همکاری سکتورهای خصوصی و دولت، باز با چی انگیزه دوباره رشته را فعال ساختین در ولایت هرات؟ شما دفعه اول ضربهش خوردین، دیدین که دیگه هیچ توجهی نشده. دوباره برای ما آمیر ورزشی ولایت هرات بسیار یک جوان پرکاری غری سای بر روزی که هرات آمیر ورزش ولایت هرات شده، ورزش هرات کلن عزیر وزیر شده، خیلی ترقی کرده، جوان ها تشویق کرده. خود مرخواست به دفتر چند نفر رفته بودن که ریاست فدراسیون مردانانی رو بدیم برای ما. او گفت بنیانگذار همین رشته استاد عبدالله حبیبی، من خبرم دارم از زمان بچگی و من میشناسم که این زحمت کشیده به همین رشته، و او مر دوباره تشویق کرد و قولای به ما دادم که کسانی هسته که به ما گفته که همکاری میکنم، هم شرکت های هم بعضی تلویزیون های که قول داده به ما که همکاری کنن، این وسایل استاندرد از زیر به ما بگیره که انشالله ما مسابقات از دوباره به همین زودی انشالله تا یک ماه یا 15 روز دیگه مسابقات از در زون غرب انشالله برگزار کنیم، ما بتونیم استعدادهای هسته کسانی هسته که بغیر از اینکه ورزش کرده باشه نیروی خاصی داخل وجود از اینا قدرت خوبی دارم، انشالله میتونم. این مهم نیست که من رشته پاورلیفتینگ باشه یا زیباندام باشه، کسانی هسته پهلوان، کسانی هسته که کنده شکن یا سنگ شکن، بالاخره یک کسی هسته خدا یک قوت زیادی به وجود داده، یک نیروی خاصی داره، میتونه به این رشته اشتراک کنه. این مهم نیست حتما ورزشکار باشه، کسانی هست که میتونه قوت خدایی داره. آقای حبیبی، با وجود این مشکلاتی که فراروی شماست، آمدیم و یک وقت مشکلات شما رفع نشد و بر صورت سکتورهای خصوصی هم مثل گذشته شانه خالی کردن و با شما همکاری نکردن، شما در این صورت چه خواهید کرد؟ مجبورم از این یکی دو باشگاهی که دارم، از این که من به حساب خرج زندگی خور میکنم، مجبورم از این آیست آیست مصرف کنم. دوباره راه انداختم، به بچه ها قول دادم، جوان ها رو دوباره تشویق کردم. ما 150 تا شاگرد رشته مردان آنین داشتیم، 150 تا این دفعه که ما افتتاح کردیم 10-12 نفر به حساب حاضر بودم، دگرها دگه هم کنار گذاشته بودم، تمرین نمیکنم. هر روزی که بازی شروع کردیم دوباره فعالیت انجام به حساب افتتاح کردیم، دوباره به چهام زنگ میزنم پس شروع کردم، میگم این دفعه ما قول بدیم که این رشته به حساب با دوباره استوب نکنه، استاد چه مثل دگه سالا بود، اونا قول دادیم. مجبورم که از خود خوب حساب کم بیشی که دارم خدا و ورزمور مصرف کن. بسیار خوب، تقاضایتان از اداره ورزش افغانستان، ریاست تربیت بدنی کشور چی است به خاطر کمک و یاری رسانی به فدراسیون و رشته خاص شما؟ پولای زیادی آماده در رابطه با ورزش از کشور ها، متاسفانه که به دست ورزشکارا نمیرسه، نه 30 میلیون 35 میلیون به کل تا اینجا آورده چه خودی کرایی و 40 میلیون تومان ارزشی نداره. متاسفانه که من تقاضا همینه که از دولت، که دولت خودی ما همکاری نداره، با دولت همکاری نداره، تجارا، حالا که ورزشکارا خارج، یک ورزشکاری که میبینه همه استعداد داره به یک رشته، او از خود خود مصرف نمیکنه، او به نام یک شرکت مسابقه میده، کلاه هم و کوش از او لباس هم میپوشه، او شرکت تبلیغ میکنه. متاسفانه به اراده کارا نیه. بسیار خوب، پس یعنی امید خاص به کمک دولت شما ندارین؟ پناه به خدا بر که دیگه حالا همکاری بکنم مثل سابق نباشه، منتها سابق با ما هیچ همکاری نکردم. یک مسابقات آدم استاد میشه، فرض مثال ورزش پل ورزش اندام میگیرم، 15,000 20,000 دلار رو بدن خو هزینه میکنی، مصرف میکنی، موقع آمدن کرای رو آدم کابل نمیدم، ده 15 روز میستی که کرای بودیجه نداریم، چه کار فلون تا نگاه میکنی، پولم خرجی هم که داری با مسافرخانه اینا خلاص میشه، تو زرکت میکنی پس میای به ایران. بسیار خوب، بسیار تشکر آقای حبیبی از حضورتون در برنامه، بنیانگذار رشته مردان آهنین در افغانستان که با ما تا این لحظه در برنامه بودن و در خصوص وضعیت رشته مردان آهنین در ولایت هرات با ما بحث و گفتگو کردن. سپاس. تشکر از شما، از تلویزیون آریانا، واقعا تشکر که ورزشکارا رو تشویق میکنه. جان سپاس، ممنون. خواهش میکنم. این بود برنامه ورزش امروز ما، آرزو میکنم که موفق و سلامت باشین تا ایدار دوباره. خداوند یار و نگهدارتون.